دوم تواریخ فصل شش سلیمان برای قوم سخنرانی می کند. آنگاه سلیمان پادشاه اینطور دعا کرد. خداوندا تو فرموده ای که در ابر قلیز و تاریک ساکن میشوی ولی من برای تو خانه ای ساختم تا همیشه در آن منزل کنی. سپس پادشاه رو به جماعتی که ایستاده بودن کرد و ایشان را برکت داده گفت سپاس بر خداوند خدای اسرائیل که آنچه را شخصا به پدرم داوود وعده داده بود امروز با دست خود به جا آورده است او به پدرم فرمود از زمانی که قوم خود را از مصر بیرون آوردم تا کنون در هیچ جای سرزمین اسرائیل هرگز شهری را انتخاب نکردم تا در آنجا خانه‌ای برای حرمت نام من بنا شود و نیز کسی را برنگزیدم تا رهبر قوم من اسرائیل شود اما اکنون اورشلیم را برای حرمت نام خود انتخاب کردم و داوود را برگزیدم تا بر قوم من حکومت کند پدرم داوود میخواست این خانه را برای خداوند خدای اسرائیل بسازد ولی خداوند به او فرمود قصد و نیت تو خوب است اما کسی که باید خانه خدا را بسازد تو نیستی پسر تو خانه مرا بنا خواهد کرد حال خداوند به وعده خود وفا کرده است زیرا من به جای پدرم بر تخت سلطنت اسرائیل نشستم و این خانه را برای عبادت خداوند خدای اسرائیل ساختم صندوق عهد را در آنجا گذاشتم آن عهدی که خداوند با قوم اسرائیل بست دعای سلیمان آنگاه سلیمان در حضور جماعت اسرائیل روبروی قربانگاه خداوند روی سکوی وسط حیات بیرونی ایستاد. این سکوی چهارگوش از مفرق ساخته شده و طول هر زل آن پنج زرا و بلندیش سه زرا بود. سپس سلیمان زانو زده دستای خود را به طرف آسمان بلند نمود و این طور دعا کرد. ای خداوند خدای بنی اسرائیل در تمام زمین و آسمان خدایی مانند تو وجود ندارد. تو خدایی هستی که عهد پر از رحمت خود را با کسانی که با تمام جان و دل احکام تو را اطاعت می کنن، نگاه می داری. تو به وعده ای که به بنده خود پدرم داوود دادی امروز وفا کرده ای. پس ای خداوند خدای اسرائیل اینک به این وعده نیز که به پدرم دادی وفا کن که فرمودی اگر فرزندان تو مثل خودت مطیع دستورات من باشند همیشه یک نفر از نسل تو بر اسرائیل پادشاهی خواهد کرد الان ای خدا من خدای اسرائیل از تو خواست دارم که آنچه به پدرم وعده دادی انجام بشود ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین در میان آدمیان ساکن شود ای خدا من حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند چه رسد به این خانه ای که من ساختم؟ با وجود این ای خدا من خدای من تو دعای مرا بشنو و آن را مستجاب فرما. چشمان تو شبانه روز بر این خانه باشد که برای خود انتخاب کرده ای. هر وقت در این مکان دعا می کنم دعای مرا بشنو و اجابت فرما. نه تنها من بلکه هر وقت قوم تو اسرائیل نیز در اینجا دعا کنند تو دعای آنها را اجابت فرما و از آسمان که محل سکونت توست استقاسه ایشان را بشنو و گناهانشان را ببخش. هرگاه کسی متهم به جرمی شده باشد و از او بخواهند پیش این قربانی سوگند یاد کند که بیگناه است آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن. اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصر باشد و را به سزای عملش برسان در غیر این صورت بیگناهی او را ثابت و اعلام کن. وقتی قوم تو اسرائیل گناه ورزند و در نتیجه مغلوب دشمن شوند ولی بعد به سوی تو روی آورند و اعتراف نمایند و در این خانه به حضور تو دعا کنند آنگاه از آسمان ایشان را اجابت فرما و گناه قوم خود را بیامرز و بار دیگر آنان را به این سرزمینی که به ایشان و اجدادشان بخشیده ای بازگردان وقتی قوم تو گناه کنند و آسمان به خاطر گناهشان بسته شود و دیگر باران نبارد ولی بعد آنها از گناهشان بازگشت نموده اعتراف نمایند و به سوی این خانه دعا کنند آن وقت از آسمان ایشان را اجابت فرما و گناه بندگان خود را بیامرز و راه راست را به ایشان نشان بده و بر زمینی که به قوم خود به ملکیت داده ای باران بفرست هرگاه این سرزمین دچار قحطی یا طاعون شود یا محصول آن در اثر بادهای سوزان و حجوم ملخ از بین برود یا دشمن قوم تو را در شهر محاصره کند و یا هر بلا و مرض دیگر پیش آید و قوم تو هر یک دستای خود را به سوی این خانه دراز کرده دعا کنند آنگاه تو ناله های ایشان را از آسمان که محل سکونت توست بشنو و گناهانشان را ببخش ای خدا تو که از دل مردم آگاهی هر کس را بر حسب کارهایشان جذا بده تا قوم تو در این سرزمین که به اجدادشان بخشیده ای همواره از تو اطاعت کنند. وقتی بیگانگان از عظمت نام تو و معجزات شگفت تو با خبر شوند و از سرزمین های دور به اینجا بیایند و رو به این خانه دعا کنند، آنگاه از آسمان که محل سکونت توست دعای آنها را بشنو و هرچه میخواهند به آنها ببخش تا تمام اقوام روی زمین تو را بشناسند و مانند قوم خودت اسرائیل تو را احترام کرده بدانن که حضور تو در این خانه ای است که من ساختم. اگر قوم تو به فرمان تو به جنگ دشمن بروند و از میدان جنگ به سوی این شهر برگزیده ای تو و این خانه ای که من به اسم تو ساختم به درگاه تو دعا کنند آنگاه از آسمان دعای ایشان را اجابت فرما و آنها را در جنگ پیروز گردان. اگر قوم تو نسبت به تو گناه کنند و کیست که گناه نکند و تو بر آنها خشمگین شوی و اجازه دهی دشمن آنها را به سرزمین خود خواه دور خواه نزدیک به اسارت ببرد هرگاه در آن کشور بیگانه به خود آیند و توبه کرده به تو پناه آورند و دعا نموده بگویند خداوندا ما به راه خطا رفته ایم و مرتکب گناه شده ایم اگر آنان واقعا از گناهان خود دست بکشند و به طرف این سرزمین که به اجداد ایشان بخشیدی و این شهر برگزیده تو و این خانه‌ای که به اسم تو ساختم دعا کنند آن وقت از آسمان که محل سکونت توست دعاها و ناله های ایشان را بشنو و به داد آنان برس و قوم خود را که به تو گناه کرده اند ببخش بلی ای خدای من بر ما نظر کن و تمام دعاهایی را که در این مکان به حضور تو کرده می شود بشنو. حال ای خداوند برخیز و با صندوق عهد خیش که مظهر قوت توست به این خانه وارد شو و در آن بمان. خداوند و کاهنان تو به لباس نجات آراسته شوند و مقدسان تو به سبب اعمال نیکوی تو شادی کنند. ای خداوند روی خود را رو از من که برگزیده تو هستم برنگردان محبت و رحمت خود را در حق داوود به یاد آور